یکی از چیزهایی که تو کار حرفه‌ای خیلی ممکنه پیش بیاد اینی که نماها رو برای شما به شکل ایمیج سیکونس بفرستن. اینی که تمام نما الان به شکل فریم فریم هست، مخصوصا وقتی با شرکت های جلوه ویژه دارید کار میکنید این زیاد اتفاق میفته که خروجی رو برای شما به صورت فریم ممکن ارسال بکنه. از اونجایی که فاینل کات پرو ایکس تا الان که من دارم این ویدیو رو ریکورد میکنم ایمیج سیکونس رو ساپورت نمیکنه، شما حتما بعد این کلیپ، این در واقع نما رو تبدیل بکنید به یک کویک تایم کلیپ، بعد وارد فاینل کات پرو ایکس بکنیدش اون شکلی، چون خود به این شکل ساپورت نمیشه. حالا چجوری میشه این کار انجام داد؟ شما میایید توی کامپرسور، اینجا من قبل نلاته این انتخاب کردم، پاکش میکنم، میام تو فایل Add Image Sequence، این عنوانی که اینجا هستش، من دایرکتوری که دارم رو بهش نشون میدم، اد رو میزنم. و حالا اینجا یه نکته خیلی مهم هست، من اول یه کار اشتباه انجام میدم بعد میگم خدمتتون که چیه مورد. حالا من اینجا خروجی رو اضافه میکنم بهش و حالا زمان کلیپ من 1 ثانیه و 26 فریمه، با اینکه من میدونم این کلیپ باید بالای 2 ثانیه باشه. حالا من اگر بیام اینجا خود اینو انتخاب بکنم، بیام تو ویدیو، این اتوماتیک رو بذارم مثلا روی 24، همونطور که شما دیدی فریم ریت خروجی معلومش 24 فریم در ثانیه، ولی این همونیه که بود و تغییر نکرده. علتش اینه که شما قبل از اینکه خروجی رو به ایمیج سیکونس اضافه بکنید بعد فریم ریتش رو تغییر بدید. این نکتهش خیلی مهمه. من اینجا اینو ریموو میکنم، دوباره اینو انتخاب میکنم کلیپ رو، حالا الان میتونم دسترسی داشته باشم به فریم ریتش. اینجا به طور مثال کار من سینماییه، میام میذارمش روی 24، حالا بنا به کار خودتون و حالا خروجی که دارید اینجا میتونید اینو عوضش بکنید. الان من اگر بیام کلیپم رو چک بکنم، من قبل اینکه اینو درگش بکنم، شما میدید که 2 ثانیه و 8 فریمه، خیلی زمانش فرق میکنه با اون چیزی که قبلش بود. حالا من اگر خروجی رو اینجا درگ کنم و بیام توی ویدیو، اینجا میتونم چک بکنم خود این کلیپ رو، شما اگر روی هر فریم ریتی بذارید و تنظیم بکنید، اینجا هم دقیقا عین همون خودش اضافه میشه. اگر نبود شما میتونید اینجا طبیعتا تغییرش بدید و به محض اینکه شما اینجا لوکیشنش رو مثلا، حالا من بزنم دسکتاپ، استارت بچ رو شما به محض اینکه بزنید این شروع کنه برای شما خروجی گرفتن و حالا دیگه دقیقا همون چیزی که طبیعتا انتظار دارید. و وقتی تمام میشه شما الان یه دونه کلیپ دارید که دیگه حالا این رو الان میشه توی فاینل کات استفاده کرد و هیچ مشکلی نداره. آخرین نکته این که من این کلیپ رو برای همین درس درست کردم، به خاطر همین اگه کیفیتش خیلی خوب نیست و کار جلوه ویژه‌اش خیلی ترتمیز انجام نشده، شما ببخشید این کامپوزیت نشده، کلا من فقط یه رو 20 دقیقه خروجی گرفتم که این درس رو توضیح بدم. یعنی که حالا کسی که کارشون احتمالا جلوه ویژه سلام میگن آقا این چرا سایه‌اش خوب نیست، کامپوزیتش درست نیست، فلان، نورش اینجوریه، اونجوریه، اینه که شما دیگه خلاصه ببخشید این بیشتر برای جنبه‌های آموزشیشه تا حالا مسئله تکنیکی خود جلوه ویژه‌اش. خب اینم در مورد ایمیج سیکونس.